سلام دوستان عزیزم، خب امروز با همدیگه میخوایم این پیراهن زیبا رو طراحی کنیم. خیلی راحت از اساس کیمونو که آموزش‌های قبلم بهتون دادم استفاده میکنیم. ابتدا دو تا خط عمود بر هم میکشیم، خط عمودمو به اندازه بلندی بالا تنه، بعد بلندی باسن، قد دلخواهتون میایم پایین. روی خط بالا 10 سانت میریم به سمت چپ و 8 سانت میایم پایین و هلال یقه جلو رو شکل میدیم به این صورت، به این شکل. از قسمت بالا به اندازه سرشانه و قد آستین دلخواهتون اندازه میزنید. اینجا آستینش یه مقدار کوتاه هستش، مثلا میتونید از مچتون 15 سانت بریم بالاتر، هر اندازه که دلتون میخواد. اندازه میزنید 13 تا 15 سانت میایین پایین و به هلال یقه وصل میکنید. این مقدار پایین اومدن باعث میشه که تو قسمت سرشانه آستینتون کشیدگی ایجاد نشه. از اینجا به اندازه 20 تا 25 سانت برای گشادی آستین میایم پایین و به خط CA به خط مرکز جلومون وصلش میکنیم. روی این خط هم به اندازه 1/4 دور سینه به علاوه 5 تا 8 سانت دل بخواهی آزادی، هرچه خواستین گشادتر کنه بیشتر، به علاوه 8 میکنید یا حالا 6 7 هر اندازه که دوست داشته باشید. میایم پایین و این قسمت رو اندازه میزنیم و خطش رو میکشیم. این گوشه پایین و آستین باید زاویهش قائمه باشه. از اینجا 20 سانت میریم به سمت بیرون و پایین هلال آستین کیمونومون رو طراحی میکنیم. یه خورده با مدادتون حالا وقت بذارید برای این قسمت که هلال قشنگتری در بیاد. اگر که خواستین پیراهن کناره هاش چاک داره، اگه خواستید چاکدار کنید، اگر خواستین که فون کنید جلو بسته باشه، یه مقدار فون باشه، میتونید 3 تا 5 سانت بیاییم بیرون و به اون انتهای هلال وصلش بکنید. من چند مدلش رو حالا بهتون گفتم و چون جلو بسته هست، هم پشت هم جلو، یقه جلو و پشتتون رو به اندازه گشاد کنید که سرتون داخل بشه. میتونید مثلا 2 تا 2.5 سانت روی سرشانه و مثلا 1.5 سانت قسمت پایین گشاد کنید و یقه جدیدتون رو شکل بدید. از اونجا هم میتونید برای یقه پشتتون 2.5 تا 3 سانت هم بیاین پایین و هلال یقه پشت رو شکل بدید. الگوی جلو و پشت یکیه، فقط اختلافش توی یقه هستش. برای قسمت سجاف یقه جلو هم 6 سانت رو سرشونه و 7 سانت رو خط CF میاییم پایین و یه سجاف همینجا در میاریم و برای پشتم به همین صورت، به همین شکل. حالا برای این قسمت، برای اینکه پیراهنتون حالت افتادگی نداشته باشه، یه مقدار 1-2 سانت میریم بالا و میایم قسمت وسط صفرش میکنیم. چاک رو هم اگه خواستید میتونید، حالا هر اندازه بستگی به قد پیراهنتون داره. اگر که خواستید بلند باشه، خب چاک زیباترش میکنه، قشنگ میشه. برش میزنم الگو رو به این صورت، قسمت پشت رو من یه بار رولت میکنم روی کاغذ دیگه و بعد الگوی جلو رو در میارم به این شکل. حالا نگاه کنید، من قسمتی که رفتیم بالا، مثلا فکر میکنیم این آستین تو روی مچه، من اگه خواستم برم کوتاهش کنم، مثلا 15 سانت میرم جلوتر روی آستین و یه خطی موازی با این خط میکشم بالا و این رو جدا میکنم و میتونم یه تیکه دیگه بدم یا میتونم همین رو جدا بکنم، پاکتیش بکنم، که آموزش آستین پاکتی هم تو پیجمون هستش. اینم قسمت جلو و قسمت پشت و اون هم سجافایی که من درآوردم از قسمت جلو و قسمت پشت. یه آموزش خیلی ساده و راحت، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قسمت جلو و پشت رو دو لایه بسته، سجافا هم رو دو لایه بسته، از هر کدوم یه لایه در میارین و وصل میکنه به لباس و به همین راحتی. ایشالا که بدوزید، دوستش داشته باشید، برای دوستانتون بفرستید، حتما سیوش بکنید و کیف کنید از دوختنش. خیلی ساده است، پیراهن خیلی ساده و برای تابستون خیلی خنک. تا آموزش بعد، خدا نگهدارتون.